اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رابعا الصادق علیه السلام قال لا ایمان لمن لا حیاء له. بحث ما راجع به موضوع حیا بود. عرض کردم که یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما مسئله همین ترویج بی حیایی در سه رابطه دیداری و گفتاری و رفتاری است. در باب حیا جلسه گذشته عرض کردم حیا یک امر اکتسابی نیست و یک امر غریزی است، یعنی از مواهب الهی است. انسانی که مجموعه غرایز است، یعنی فطرت هاست، یکی از غرایز او همین حیا است و ازش هم تشبیه شده است به یه پوشش بر روی روح. من جلسه گذشته آخر جلسه آیه شریفه را هم من مطرح کردم و در روایات ما هم اونجا هم داریم. در یه روایتی از علی علیه السلام است که می‌فرماید احسن و ملابس دنیا الحیا، بهترین لباس دنیوی برای انسان حیا است در دنیا. و جلسه آخر جلسه عرض کردم این لباس هم مثل دو بودیش، دو کار ازش میاد، هم موجب میشود که جلوی اصطلاح قباه انسان را میگیرد و هم از طرفی به انسان اصطلاح میاراید انسان را. در آیه همین بود که تعبیری که در آیه داشت هم مسئله نسبت به یواری ساعات کم داشت که این پوشش قباه رو می پوشاند و ریشا داشت که ریش عبارت از لباس پاکیزه زیباست. خب شما این رو بحث کردم فقط تذکر بود چون میخوام برم بقیه بحثم ادامه بدم. در روایتی را که از سمایه بود که جنود عقل و جهر رو مطرح کرده بود، الحیا و ضده الخلع داشت. حیا ضدش خلع است. خلع چیست؟ حالا مرحوم صدر المتعلین رضوان الله تعالی علیه ایشون می‌فرماید خلع خوب از ماده خلع است. خلاص و بهو یعنی اون لباسش رو از تن بر کرد بیرون. این یه پوشش است بر روح که خدمت تو هست شود که جلوی اون حالت افراط و تفریطی شهوت و غضب رو میگیرد که افعال چی ناروا از انسان سر نزند، زشت بستمان خجالت بکشه، تعویض بکنه، خجالت بکش. و او این که خب هم این مانعیت دارد هم از این طرف هم می آراید انسان. ضدش اینه که لباس رستن روح بیرون بیاری، خیلی روشنه دیگه، فرمایششون هم خیلی روشنه. لذا من در بحث های تربیتی اینو عرض کردم، تعبیری داشتم و این است به این که اصل در معارف اسلامی ما مکتب اسلام پرده داری است، نه پرده داری. اصل حیا است نه بی حیایی، که من چی گفتم خلاصه بود و چکیده بود از این روایات و فرمایشات بزرگان ما. حالا در این جلسه یه مطلبی میخوام مطرح بکنم و این که حیا نقشی که دارد این است که موجب میشود که انسان در ربط با اعمال زشت
روح یه حالت انفعالی پیدا بکند که ازش تعبیر کنم شرمندگی. مرحوم صدرالمتعلهین ایشون فرمودند تعبیر ایشون این بود، انکسار تعبیره، فرمودن حقیقت الحیا انکسار. انکسار میگم منفعل شدم، شرمنده شدم، خجالت کشیدم. نکنه من تعبیرات مختلفی میکنم که در اصطلاح ما محاوراتمون متداول همین حرف رو میزنم. خدمت تو عرض شود که این از مقوله به تعبیر ما انفعال است، از نظر اصطلاح منطقی ما این حالت رو در ربط با عمل قبیل زشت. حالا من به عنوان سوال مطرح میکنه که خب پس بنابراین باید عمل زشت انجام بشه بعد روح منفعل بشه، یعنی باید یک عمل زشتی انجام بده بعد چی بشه؟ منفعل بشه، بعد شرمنده بشه. این اثر اون برده حیائیست که بر روی روح هست، یعنی این غریزه انسانی که مختصات انسانم هست. پس تا انجام نشده حیا معنایی نباید داشته باشد یا بردی نباید داشته باشد، یک کدوم از اینا که انفعالی در کار نیست. سؤال رو مطرح کردم، کنم روشن جواب کش کنیم. نخیر، این نیستش. اتفاقا حیا نقش بازدارندگی دارد نسبت به عمل زشت. چون نقش بازدارندگی یعنی جلوگیری میکند از اینکه انسان عمل قبیح رو مرتکب بشه. و اهمیت این محبت الهیه در درون انسان هم در همین است که نقش بازدارندگی دارد. فهمیدی؟ و پیشگیری میکند، نه که بعد چه انجام شد. من یکی دو روایت میخونم بعد توضیح میدم براتون. از علی علیه السلام قال الحیاء یسد عن الفعل القبیح. خیلی روشنه، حیا جلوی عمل زشت رو میگیره. همیدی؟ جلوگیره نسبت به عمل زشت. در یه روایت چیز از پیغمبر اکرم دارد، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحیاء خیر کله، یعنی انه یکف و دین و من لا دین له عن القبیح. حیا سراپاش خیر است، دیدین و با هر دو تاشو، دیدین و با دین رو، هر دو تاشون رو نقشش این است و این که مانع میشه از این که کار زشت انجام بده. جلسه گذشته من این رو گفتم، از آیه همین است کردم یا بنی آدم بود، این رو من دیگه تکرار نمی کنم چون من همچیز سلسله وار بحثم میام جلو. کف به معنای بازدارندگی است، توجه کن جاز کن. حالا یه وقت ابتدایی است یه انتهایی، حالا من بعد اینا رو عرض کنم. خدمت تو عرض شود که چه کنم، چاره هم جز این ندارم من، ولو شده چون ضرورت داره اینا رو من بگم. اصلا حیای رو که ما میبنم یعنی مطرح میکنیم که نسبت به افعال قبیح زشت، به اصطلاح اعمال زشت، اون حیاست که جلوگیر است. اولا این مربوط به اعمال اختیاری یعنی ارادی انسان، درست یا نه؟ یعنی انسان که میخواد کار رو انجام بده با اختیارش، با اراده خودش، تاجه کن چه میخوام بگم، ما اونجاها داریم میگیم که جنبه های اختیاری داره و ارادی. این
خیلی روشن، مثلا جای حیان اینجاست که بازدارنده باشه. یا فرض کنید که اگر انجام شد بعد شرمنده بشه، حالا کار نداریم. این اصلا به قول ما طلبا مصب به اصلا حیا همونجاست. خب ولی میم سراغ کارهای اختیاری. کارهای اختیاری که ما انجام میدیم اینجور نیستش که همجوری چیز باشه، فکر میکنیم انجام میدیم هر کاری رو. من سریعا مقدمات داره، میگن حالا اونجایی که بحثای کلامش هستش فلسفیش، این میگن اراده داره مقدماته. هر عمل اینجوری، اول میگن تصویر عمل رو باید انسان بکنه، تو تصویر که نکنه نمیتونه که اول نماز بخونه، اول چیکار میکنی؟ تصور نماز تو میکنی میخوام بلند میشی، نه اینکه نمیدونی چی کار میخوای بکنی. هر کاری بخوای بکنی، چه زیبا، باید چیکار کنی؟ اول تصور اون عمل رو بکنی، بعدش وقت میاد به سراغ این، فایدهش در نظر میگیری، اگر مفید انجام میدی، اگه مفید نیست چی؟ مفیده، بعد حب به او پیدا میشه. به تعبیر سادهش کردم این رو مقدمات اراده رو خدمت و هشتش حب و شوق و بعدش هم میدی سراغ انجام. اگر نه متنفری ازش، توجه کن چه ارز کردم، چیکار میکنی؟ انجام نه. خیلی روشن گفتم این رو، خیلی سادهش کردم مقدمات اراده، بعض فلسفی بود. حالا بفرم بیونم عمل زشت شما تصور نمیکنه اول میخوای انجام بدی یا تصور میکنی؟ ها؟ بخواد کشیده رو بزن تو گوشی یارو. خب بزن تو صورت خودت. یعنی چی؟ من یکنی سادهش کردم. ها؟ من میشه تصورش کردی، ناسزه میخوای بگی شو؟ چرا به خودت پشت میدی؟ چرا به اون پشت میدی؟ به خودت پشت بده، همینش برو جلو. تصورش میکنی دیگه، اینجور که نیستش که. من اینو میگم که روشن کنم کار رو. اینجا نقطه حساس کار، خوب دقت کن. تصور که کردی بگو ببینم اینجا چه حالی بهت دست داد، رو متمایل شد یا متنفر شد؟ اون کسی که تصور عمل زشت را می کند، میفهمی چی میخوام بگم؟ اگر این به اصطلاح پرده الهیه غریزه فطریه ودیعه الهیه در او باشد و دریده نشده باشد، توجه کنید، او مانع می شود. همونجا متنفر، یعنی اون عادت انفعال همونجا به دست میده قبل از عمل. ولی یه مثال دیگه بدم، چاره هم ندارم. سوال میکنم از شما، فرض رو نجاست، تصور اینو بکن که نجاست بخوای بخوری، چه حالتی به دست میده؟ متنفر میشی، حتی رو چهرت اثر میذاری. یا اگه بهت پیشنهاد بکنه کسی که بیا این کثافته رو بخور، من یارو میگم برای اینکه قشنگ بفهمی حرفامو، نه اینکه بعد از اینکه خوردی پیش 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 بکنه اینم چیکار کنی. چیکار کنم؟ گیر کردم من، خدا نکنه. یک سر مسائل دقیق ظریف علمی، توجه کنید که از کنم فلسفی رو آدم مجبورم اینجور بکشم باید بشکا. حتی راجع به معصومین صلوات الله علیه اجمعین، اسمت اونها توجه کنید، یکی کسی کرسان کنید، اونا تصویر معصیت میکنن، میگن بله، همی که تصویر میکنه اونجا منزجر میشه. میفهمی چی میخوام بگم؟ ولی ما شهوت و غضبامون چیکار میکنه؟ ها؟ خوشش میاد، او متنفر میشه، اما ما چی؟ خوشمون میاد. بله. حالا تصویر عمل قبیح و زشت، میفهمی؟ نقش حیا اینجاست، متنفرت میکنه، همینجاست. بله، از مقوله انفعاله، اما لازم نیست بعد از عمل بیاد، قبل از عمل میاد. فهمیدی؟ قبل. خود ما حالا میارم مثال ساده میزنم، اگه یک کسی بخواد یک کار زشتی بکنه، هنوز انجام نداده ها، بهش میگیم حیا کن،
ببینید چقدر متداوله، این جز چیزای درونی ماستا. خجالت بکش تو این کارا نکردا، فهمیدی بخوام میگه این کار بکنم میگه خجالت بکش، حیا کن قبل از عمله ها، همه اینا قبل از عمله، گوش کنی. لذا میخواستم این عرض کنم که مسئله حیایی که گفته میشه کاربردش، میفهمی چی میگم، مهمش اتفاقا قبل از عمل، مهمش قبل از عمل. بله اگر فرض کردیم زیر فشارم فرض کنید نیروی شهوت غضب اینا افسار گسیختگی مرتکب شو، درست یا نه، بعدش هم این حالت برای چیه ما میگیم، تعبیرم میکنیم میگیم سر عقل اومد، سر عقل که بیاد میفهمه چیکار کرده، همونجا باز این حالت انفعالی میاد، توجه کنید همین حالت انفعالی میادش. اما این حالت انفعالی گوش کنید بردش مربوط به عمل گذشته نیست، بردش نسبت به اعمال آینده نظیر اوست که پیشگیری میکنه که دیگه تکرار نکنه این رو. بنابراین نقش اساسی حیا در ارتباط با پیشگیری است. میفهمی چی میخوام بگم؟ من اینا رو میگم چون بعد حرف دارم، ولی پیشگیری. و اینی که ما داشتیم که در روایت سماعی بود از جنود، یعنی لشکریان به اصطلاح عقل به حساب میاره، چون یکی از لشکریان عقل، چون 75 لشکر واسه عقل و جهل میاره، اصول کافی هست مرحوم الله صدر رضوان الله تعالی علیه شرح کرده این رو که حیا از جنود عقل است. مراد عقل، عقل عملی است اینجا، اینو بدونید، نه عقل نظری. عقل عملی یعنی چی؟ یعنی این نیروی را که خدا در من و شما قرار داده و با او تشخیص میدهیم حسن و قبح اعمال را. فهمیدی؟ چی کار خوبه؟ چی کار چیه؟ بد. مربوط به اعمال. چه فعلی خوبه؟ چه فعلی بد؟ حسن و قبح نسبت به اعمال. لذا از جنود چه؟ جنود عقل است. و ما در روایات داریم هر کس که این به اصطلاح ما بود وجودیش که عبارت از عقل عملیش هستش این شکوفاتر بشود حیایش بیشتر است. فهمیدی؟ یعنی این احساس درش قوی بشه نسبت به اعمال، چی کاری خوبه چی کاری بده، این احساس درش قوی بشه و شکوفا بشه، این حیاش بیشتر. دیگه بهتر از این بذار یک دوره باید بکنم از علی علیه السلام، عقلکم احیاکم، عقل الناس احیاهم. دیگه کنیم دو تا سین دیگه باید عقل تنین شما اونش که باهایترین شماست، یعنی اونی که این بعدش شکوفاتر است این غریزه درش زنده تر است. میفهمی چی میگم؟ این تعبیر اینی هم که تو گفتم جنود عقل و جهل آورده شده اونجا. حالا من میخوام برم سراغ نتیجه گیری از بحث. ما یه بحثی داریم راجع به تمام احکام شرعیه الهیه که آمده خدا بکن نکن ها راحتت بکنم خیلی سادش کردم، بکن نکن، بکن نکن، درسته نه؟ اینا همش سرجم ها میگه تمام اینها بر محور همین حسن و قبح است. گاهی تعبیر میکنیم ما تو مباحث اصولیمون میگیم به این که مصلحت و مفسده تعبیر میکنیم، میگیم این عمل واجبات مصلحت دارد، محرمات مفسده دارد، شو لذا اون که مصلحت داره میگه انجام بده، اونی که مفسده داره میگه چیه؟ انجام نده. اونجا این میگیم این همون حسن و قبح، توجه کن. اون وقت حسن و قبح داره مراتب، زشتی زیبایی اینا داره مراتب، درست یا نه؟ از نظر آثارش اگر
حسنش زیاد باشه، به تعبیر ما میگیم مصلحتش ملزمه باشه، واجبش میکنه خدا که حتما انجام بده. باید نباید ها رو دارم واسه تو میگم، خوب دقت کن. اگر از این طرف بود عکس بود و اون چی بود؟ نه مفسده زیاد داشتی، قبح شدید داشتی، اینجا قبیح بود، مفسده شدید، چه در ارتباط با خودش چه جامعه، فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه، درست نه حرامش میکنه، نهیش میکنه، نباید ترجمه کن. اون باید همون این نباید ترجمه کن. لذا تمام این احکام شرعیه الهیه، ممکنه اینو بهتون بگم، من و شما از نظر چیزمون قاصر هستیم، نتونیم ادراک بکنیم ابعاد چی یه فعلی را از نظر مفاسدش، سطحی نگریم ما، اینو بهتون میگم، ما در یه حدی چیز هستیم اما سطحی نگریم. اون که خالق من و توست قشنگ، ولی قشنگ میفهمه که اگه این کار از من سر بزنه ها چه نقش تخریبی یا برای من داره یا برای چی جامعه من داره. توجه کنید چی میخوام بگم، اون لذا میاد چی کار میکنی؟ میاد تحریم میکنی، نباید این کار بشه یا این کار باید انجام بشه. اینجاست که مسئله چیه؟ مسئله حیا مطرح میشه. درجه کنی؟ چون نقش حیا این است اصلا، چی کار میکنه؟ بازدارنده است از چی؟ عمل قبیح قاعدت کرده زشت. توجه کردی؟ اینه مثلا، غیر از این نیستش. من این که از کردم شما دقت کنی، نقش زیربنایی دارد مسئله حیا، اینجور نیستش یه چیز سطحی. اینقدر سطحش رو پایین آوردن، یا نفهمیده یا فهمیده، من دیگه نمیتونم چیز بکنم. توجه کنیم اینکه من تعبیر کردم به اینکه یکی از مشکلات اساسی جامعه ما بر همین ترویج چی؟ بی‌حیایی، یعنی دارن قبح اعمال قبیح را میشکنن. در سه رابطه دیداری، گفتاری، چنین چیز رفتاری دارن میشکنن. شو همون کسانی که الان بحث داریم که فضای پنجم در جامعه رو اونا میسازن، که حاکم بر اون چهار محیط خانوادگی و آموزشی و رفاقتی و شغلی، که گفتم یه فضای پنجم داریم حاکم بر اوست، که هرچی اونجا میتابن ایوان میکنه آقا خزیر، پدر و مادر چی میکنن، مدرسه درستش میخواد بکنه چی میکنه، اما اون فضای سازان تاجگری که فضای حاکم بر سطح کل جامعه است میسازن، اونا میان خرابش میکنن با چی؟ ترویج بی حیایی. فهمیدی؟ قبح قبیح را از بین دارن برن. من خواست حرفم این بود، یعنی در یه محیط متشرعانه، توجه کنی، یه سنف، گوش کنی، یه سنف گفتارها، رفتارها، شکلها، نیا کنی سه جور گفتم ها، هر سه دار دارم میگم ها، قبیح بود در متشرع ما، الان دارم قبش هست. حرفم این بود.